سوالی نیست. من چون آقای دکتر فریدونیا قطعا مطلبشون مفصل، من خیلی مختصر قرار بود در خدمتتون باشم. من بشم اگر سوالی هم هست در خدمتتونم، با این حال اگر موردی هم بود پایین من در خدمتتون هستم. متشکرم. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رشید نژاد و دعوت میکنم از جناب آقای دکتر فریدونیان. همراهی بفرمایید، با ایشون همراه خواهیم بود. افتخار. عرض ادب خدمت حضار گرامی در اینجا یا همینطور در سیستم در واقع پخش آنلاین در آپارات. ضمن تشکر از میزبانی شرکت توزیع جنوب استان کرمان و همطور سپاسگزاری از سخنرانی ارزشمند آقای دکتر رشیدی نژاد، موضوع در واقع مهندسی دادرانه توزیع انرژی الکتریکیه. من اینو خودم میتونم بدم جلو اسلاید رو. خب ما اینجا خود مفهوم دادرانه بودن، دادکاوی، علوم داده و مهندسی داده رو اشاره میکنیم، مفاهیم شو. بعد میایم تو توزیع انرژی الکتریکی داده کاوی رو تقریبا معرفی میکنیم. نهایتا هم دو تا مطالعه موردی داریم، یکی جایی که میخواییم تحلیل داده های انرژی رو انجام بدیم، یعنی مصرف رو تحلیل کنیم، یکی هم تحلیل داده های پایایی یا قابلیت اطمینان. نهایتا هم نتیجه گیری خواهیم داشت. خب تقریبا بیشتر ما که مهندس برقیم درس تحلیل سیستم‌های انرژی رو گذروندیم و با این مدل آشناییم. این مدل، مدل گسترده خط انتقاله. این مدل از کجا میاد؟ ما میایم برای هر رفتار خط انتقال یک نماینده میذاریم. برای مقاومت اهمی، برای رفتار میدان مغناطیسی یا سلفی اندوکتیو، برای رفتار کاپاسیتیو یا خازنی و همینطور برای رفتار هدایت نسبت به زمین و هادی‌های دیگه. که حالا مثلا فرض کنید که این مدل به صورت دیفرانسیلی یا المان محدوده و با در واقع محاسبه در طول کل خط نهایتاً میشه این مدل، اصطلاحاً بهش میگیم مدل پای یا مدل پی، شبیه عدد پیه که این به هر حال مقادیرش محاسبه میشه. به طور سنتی عمده مدل ها در علوم و مهندسی، به خصوص مهندسی، این شکلی هن. یعنی مدل هایی هستن که یک توصیف رفتاری از عملکرد فیزیکی یک سیستم رو ارائه میکنن. خب اصطلاحاً این رو بهش میگیم مدل بیسد انجینیرینگ و مدلش در واقع فیزیکس دریون یا بیهیویر دریونه. چیزی که کمتر جا افتاده ولی بازم بوده و اونم خیلی چیز جدیدی نیست، دیتا دریون انجینیرینگ هستش، که باز هم اونجا ما مدل داریم. یعنی وقتی که میگیم دادرانه است معنیش این نیست که دیگه مدل نداره، منتها مدل هایی داره که مدل ها
مستخرج از فیزیک یا توصیف رفتاری نیستند، بلکه از حجم قابل توجهی اطلاعات یا دقیق اگر بخوایم صحبت بکنیم دیتا هستند که اون مدل ها تولید میشن. من با این میکروفون یه ذره سرام میارم جلو، صدا بلند میشه، یک کوچولوی میرم، خیلی حساسیتش زیاده. عرض کنم که این در واقع دوتا بلوک دیاگرام از کتاب جدید تازه انتشار شده آقای دکتر آکی صدیق، استاد و همکار ارزشمند ما در دانشگاه خواجه نصیر هستش که در انتشارات IEEE و وایلی چاپ شده به نام Introduction to Data Driven Control Engineering. همطور که در شکل بالا سمت چپ ملاحظه میکنید، در واقع در مدل هایی که به صورت سنتی ما عموما در مهندسی داریم، مثل همون مدلی که در مدل خط انتقال داشتیم، یک مدل تقریبی داشتیم و نهایتاً می آوردیم به اصطلاح مثلا برای کنترلر یا محاسبه کننده یا اپتیمایز کننده یه دونه سیستم کنترلی می‌ذاشتیم و اعمال می‌کردیم به مثلا خود اون سیستمی که می‌خوایم کنترلش بکنیم که اصطلاحاً تو کنترل بهش میگن پلنت. بعد از خروجیش فیدبک می‌گیریم و اینقدر در واقع تنظیم می‌کنیم که نهایتاً به اون مقدار مرجع مورد نظر برسیم. خب حالا تو سیستم مدل دریون، ببخشید دیتا دریون، ما دیگه عموماً در واقع طراحی سیستم کنترل هیچ گونه یا حالا البته حد میانه هم داره، ولی معمولاً میتونیم فرض کنیم که هیچ گونه فرضیه پیشینی از رفتار فیزیکی برای سیستم نداره. ما دیتا جمع میکنیم، اون دیتا رو به یک نرم افزار که حالا اون نرم افزار نماینده ای از یک ماشینه یاد میدیم و بعد دیگه اون مدلی که در واقع به صورت یک نرم افزاریه که دیتا رو یاد گرفته برای ما نقش مدل بازی. این مفهوم خیلی مفهوم جدیدی نیست، تقریبا میتونم بگم اصلا جدید نیست. چرا؟ ما توضیح‌های احتمالی رو داریم. توضیح‌های احتمالی تقریبا اولین نمونه های دیتا دریون انجینیرینگ کردن هم. ما میریم آمار میگیریم از این سیستم، آمار رو برازش میکنیم به یک توضیح احتمالی و یه تابع چگالی احتمال براش در میاریم. بنابراین توضیح های احتمالی به طور سنتی اولین سیستم های دیتا دریون هم و اساساً لرنینگ به دو دسته استاتیستیکال لرنینگ و این روش‌های هوشمندی که تحت عنوان ماشین لرنینگ طبقه بندی میشن، هر دو لرنینگ هستند. منتها اونجا از آمار یاد میگیریم، اینجا هم یه جور آماره، منتها معمولاً از ایده‌های مبتنی بر سیستم‌های هوشمند. هوشمند به معنی اینتلیجنت، نه به معنی سمارت. خب اینجا در واقع یک مقایسه‌ای بین مدل‌های دیتا دریون و فیزیکس دریون داریم که همطور که ملاحظه می‌کنید، مثلا فرض کنید در مدل حالا بگیم فیزیک پایه یا فیزیک محور، مثلا ما یک شبیه سازی مثلا مالتی فیزیکس داریم. مثلا تو طراحی یه ماشین الکتریکی مالتی فیزیکسه. چرا مالتی؟ به خاطر اینکه هم میدان الکترومغناطیسی باید شبیه سازی بشه، هم میدان حرارتی باید شبیه سازی بشه، هم میدان مکانیکی. اما مثلا فرض کنید که در دیتا دریون روش های مختلفی مثل آموز یادگیری عمیق یا یادگیری انتقالی یا ترانسفر لرنینگ.
خب اینجا مقایسه رو داریم که حالا ازش عبور میکنیم. ما موقعی که حجم زیادی از دیتا داریم، معمولا از روش‌های دیتا دریون به طور موفقی میتونیم استفاده بکنیم، اما اگر تعداد داده ما، تعداد نمونه های داده ما کمن، معمولا مدل های داده رانه ما زیاد خوب در نمیاد. و برعکس، موقعی که در واقع اطمینان داریم از مدل های مبتنی بر فیزیکمون یا فیزیک بیسمون، اون وقت میتونیم در واقع از اونها استفاده بکنیم. یه مثال دیگه هم که مثلا یادم رفت بگم، مثلا مدل های مداریه، در واقع مثل همون در واقع خط انتقاله. ما سالها پیش آقای اوهم اومد یه آزمایشی کرد و گفت که در یک مقاومت الکتریکی یا هر شیئی که بین دو سر یک ولتاژ گذاشته بشه و ازش جریان عبور بکنه، نسبت در واقع رابطه بین ولتاژ و جریان یک خط، یعنی اگر ما به ازای مقادیر مختلف جریان یا ولتاژ این دوتا رو اندازه بگیریم و روی یک محور بیاریم، میشه یک خط. این یک مدل، عملا در حقیقت یک مدل دیتا دریون. چرا؟ برای اینکه ما برای اندازه‌گیری در واقع اندازه مقاومت از آزمایش استفاده می‌کنیم، دیتا جمع می‌کنیم. منتها چون پذیرفتیم که مقاومت رفتار خطی داره، اون وقت کافی یه نقطه‌ش هم حتی اندازه بگیریم، اون وقت فرض می‌کنیم که در واقع مقاومت و اون چیزی که بهش میگیم مقاومت در حقیقت از اون نقطه رد میشه، از مبدأ و اون نقطه رد میشه. البته اگه دقت بکنیم، این اصطلاحاً به این گونه مدل ها که حالا در سیستم های لرنینگ پیشرفته هم استفاده میشن، میگن فیزیکس اینسپایرد لرنینگ متدز، که ملهم از رفتار فیزیکی هستن. یه ایده ای از شکل و ظاهر و عملکرد فیزیکی سیستم داریم، مثل همینجایی که فرض میکنیم که یه مقاومت خطیه، بعد میاریم در واقع از داده ها استفاده میکنیم برای تعیین مقادیر. اما داده کاوی چیه؟ جمله معروفیه که به افراد مختلفی نسبت داده میشه، اما حالا اصل جملهش اینه که ما داریم تو داده غرق میشیم، اما برای اطلاعات لح میزنیم یا تشنه اطلاعات هستیم. تو همین شرکت ده‌ها پایگاه داده‌ای که داده‌های نرم افزارهای کاربردی شرکت در اونها ذخیره میشه داریم، اما خیلی جاها وقتی میخواییم یک اطلاعات معنیداری از رفتار یا عمل کرد یا وضعیت حال یا گذشته شرکت داشته باشیم یا برای آینده پیشبینی بکنیم، بگیم نمیدونم. این نیاز ما رو به این سمت میبره که این نیاز و این به اصطلاح امکان و حاصلی که در دسترس ماست، ما رو به این سمت میبره که داده ها رو بکاویم تا از داده اطلاعات در مرتبه بالاتر دانش یا معرفت استخراج کنیم. معمولا ادعا نمی کنیم که ویزدم میتونیم با داده کاوی استخراج، یعنی خرد معمولا تو سطحیه که تو ذهن انسانی، انسان خردمند داریم. کامپیوتر خردمند، حتی هوش مصنوعی خردمند نداریم، هنوز نداریم. بنابراین نهایتش با داده کاوی، از داده میتونیم به اطلاعات یا دانش و معرفت برسیم. من ترجیح میدم نالج رو معرفت بنامم، چون دانش ما رو یاد یه چیز دیگه میندازه، یاد ساینس میندازه. تفاوت اینا چیه؟ داده داده خامه، مثلا اندازه‌گیری ولتاژ، دمای یا
یه اتاق قطع و وصل شدن یا وقفه های حوادث شبکه یا مصرفی مصرف کنند. اینا داده مطلقاً دیتان. بعضی وقتا عددن، بعضی وقتا در واقع کیفی هن. مثلا میگه افرادی که میان تو این اتاق مردن یا زنن. این یه داده کیفی. اما اطلاعات اونجاییست که ما از این داده ها یک گزاره هایی استخراج میکنیم که یک معنی در واقع به درد بخورتری خلاصه به زبان خودمونی دارن. کتاب هان که تقریبا یکی از رفرنس های سنتی داده کاویه، این روزا خب مرتب داره کتاب های خوب جدیدی بیرون میاد، متاخبی هان تقریبا یک کتاب کلاسیکیه، میگه که داده کاوی استخراج اطلاعات و حالا معرفت یا دانش منظور نالجه و کشف الگوهای پنهان از پایگاه داده های بزرگ. الگوهای پنهان یعنی چی؟ یعنی این که شما نگاه میکنی میبینی که اینجا ساعت کاریتون ساعت چنده؟ نه صبح هفت، هفت یا هفت و نیم، هفت و نیم. شما اگر یه نفر بذارید دم در و ندونی اینجا چه خبره، اصلا ندونی اینجا چیه، و هر کی وارد میشه ساعت ورودش رو یادداشت کنه، بعد بیاد منحنی فراوانی ورود افراد رو بر حسب ساعت ورود رسم کنه، احتمالا یه منحنی در واقع نرمالی میشه که احتمالاً همطور که گفتید هفت و ربع، مثلا پیک اون منحنی نرمال احتمالاً هفت و ربع یا یه خورده اینورتر یا یه خورده اونورتر و مختصری سکیونس یا چولگی داره به سمت راست یا چپ، بسته به اینکه افراد معمولاً یه ذره دیرتر از هفت و ربع بیان یا یه ذره زودتر بیان. خودش یه الگوی پنهانه، یعنی ما نمیدونیم اینجا چه خبره، ولی چیزی که کشف میکنیم اینه که میگیم اینجا یه جاییه که افراد هول و هوش هفت و ربع میرن تو، هول و هوش سه و مثلا خورده ای هم میان بیرون، اون تو چیکار میکنن نمیدونه چون اطلاعات نداریم. بنابراین اینجوری ما خیلی وقتا بسیاری از پدیده ها همین شکلی هست، یعنی نمیتونیم بریم تو، راهمون نمیدن، اصلا نمیدونیم شرکت توزیع چی هست، اما ورودی خروجیشو میتونیم در واقع اندازه‌گیری کنیم و با یک دیدگاه بلک باکس بیم قضاوت کنیم که این احتمالا این تو چه خبره. الان اینجا ما یک در واقع اطلاعات معنیدار داریم، ساعت ورود و خروج اینجا کیه، پس احتمالا یه شرکت یا یه اداره است با توجه به ساعت ورود و خروجش. خب حالا داده کاوی از حدود دهه 80 شروع شده، کامپیوترها قدرتمندتر شدن، تونستن دیتای بیشتری ذخیره کنن و تولید بکنن، در این حال توان محاسباتیشون برای پردازش اون دیتا افزایش پیدا کرده و به این ترتیب داده کاوی متولد شد. مثال های داده کاوی، مثال های کلاسیکی که معمولا میزنن این که مثلا فرض کنید توی فروشگاه وقتی ما میریم خرید، معمولا به خصوص فروشگاه های بزرگ، مثلا میریم دو قلم با قصد خرید دو قلم کالا میریم تو، ولی با یک کیسه بزرگ برمیگردیم، این نشون میده که اون فروشگاه خوب چیده جنساشو. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا قند گذاشته، چایی هم گذاشته، این چیزایی که با هم همراهن، چیزایی که همدیگر رو یاد هم میندازن، وقتی میبینی اینو خریدی یه دفعه یاد ای راستی مثلا فلان چیز هم ندارن، اینا رو اصطلاحا میگن که تلازم یا همزمانی، اینا رو میشه با داده کاوی تشخیص داد. یا دیدید دیگه وقتی میرید مثلا فرض کنید کتاب سرچ میکنید، گوگل میاد برای شما کلی کتاب مشابه پیشنهاد میکنه، میگه آقا اونایی که اینو دیدن اینم دیدن،
یا مثلا فرض کن تفاوت دیتا، حالا خود دیتابیس معمولا یه سری عملکردهای تحلیلی داده داره، شما میتونید با یه سری کوئری بیارید و یه سری اطلاعاتی رو در بیارید، اما دیتا ماینینگ خیلی مفصل‌تر و کشف اطلاعات پیچیده‌تره. مثلا فرض کن توی دیتابیس شما میتونید با یک کوئری، با یک پرسش، مثلا تمام مشتریایی که مثلا نام خانوادگیشون سالک است یا مشتریایی که بیشتر از N تومن در ماه خرید کردن. ما الحمدلله خدا رو شکر که این رقم اینجا می‌نویسیم هی داره زیاد میشه. این پاورپوینتی که ما تهیه کردیم 100,000 تومان بود، الان دیگه چشام صفراشو نمیتونه بشموره، ولی خب بحمدالله هی داریم غنیتر میشیم و این رقمه هی داره بیشتر میشه. اما دیتا ماینینگ نه، مثلا میاد میگه که مشتریایی که عادات خریدشون این همه مشتری، یا معمولا مثلا محصول، مثلا کسی که شیر میخره دیگه چی میخره معمولا، که خب این کلید سرنخ اونو میده که چیا رو کنار هم بچی. خب این فرایند در واقع نالج دیسکاوری یه سری مراحلی داره که من خیلی عبور میکنم، چون الان ما نمیخوایم که داده کاوی آموزش بدیم، میخوایم بگیم داده کاوی برای چی خوبه. پاکیزه سازی دیتاست، داده هاست، یک پارچه سازیه، بازیابی داده های مرتبطه، در واقع ترانسفورم کردن و تبدیل و یکاسه کردن داده هاست، خود دیتا ماینینگ و شناسایی الگوهایی که بازنماینده دانش هستن بر مبنای معیارهایی که مثلا جالب باشن و اینا، و همینطور در واقع پریزنتیشن یا ایلیستریشن که نمایش داده هاست. یه پایگاه داده ها مجموعه ای از یه تعداد داده های ورودیه که به هم مرتبطن، و معمولا در پایگاه داده ها وقتی که شما تو یه جدول یک داده ای رو تغییر میدید، در سایر جداول در واقع اصطلاحا میگن ریلیشنال هم اون اطلاعات تغییر میکنه. خب معمولا رکورد یعنی یک مثلا آبجکت، و در واقع هر آبجکت یه سری ویژگی داره. مثلا فرض کن جدول اطلاعات فرض کنید پرسونلی یه شرکتی به این صورته که یه سری سطر داره و یه سری ستون. تو سطرا آبجکت ها یا شیء ها هستن و تو ستون ها ویژگی ها یا فیلد های اطلاعاتی هستن. مثلا فرض کن نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، کارکرد ماهانه و امثال هم. این دیتابیس یا پایگاه داده که ساده‌ترین شکلش نرم افزار اکسل، زیربنای داده کاویه. برای اینکه ما وقتی می‌خوایم با داده کار بکنیم، این داده رو باید یه جایی جمع کرده باشیم. خب معمولا تو این داده کاوی تو دیتابیس های سری ریلیشن یا ارتباط تعریف میشه. اجازه بدید که من باز هم مطابق کتاب هان، اصلا 3 نفرن ولی کتاب به نام کتاب هان شناخته میشه، کارکرده عمده داده کاوی رو بگم. شماره 1 رو میذارم آخر بگم، چون معمولا آخر اتفاق میفته، منتها احترام هان همون ترتیب ایشون رو گذاشتم. نمیدونم ایشون چرا اینجوری گذاشته. به نظر من اگه بخوایم به ترتیب این که ما کدومو بهتر میفهمیم، اولیش با کلاس بندی یا کلاسفیکیشن رو میفهمیم. شما هر جایی داری همون زن و مردی که گفتم، افرادی که میانین تو آخرش مثلا میخوایم خانوما رو مثلا فرض کنیم جدا کنیم از آقایون، نه اینجا مثلا تو جدولی مثلا. خب میتونیم بر مبنای اینکه جلوی اون فیلدشون نوشته زن یا مرد، میتونیم یک کلاسفیکیشن انجام بدیم. یا مثلا یه جایی که برازش منحنی یا رگرسیون میکنیم، همون مقاومت خطیه رو که خدمتون گفتم، اونجا یک رگرسیون انجام میشه. یعنی رابطه بین ولتاژ و جریان دو سر یک المان مداری که مقاومت نامیده میشه، یک رابطه خطیه، یک خطه.
یک خط برازیده میشه یا برازانیده میشه یا رگرت میشه. یه وقتایی ما اون زن و مرده رو نمیدونیم یا موضوع به راحتی و وضوح زن و مردی نیست. مثلا مفهومی داریم، مثلا تحت مثلا فرض بفرمایید که توانگری یا ثروت. خب ما اینجا نمیدونیم، حتی نمیتونیم بر مبنای حقوق ماهیانه شرکت قضاوت کنیم. چرا؟ برای اینکه یکی ممکنه یه بیزنسی داشته باشه به عنوان شغل دوم که خیلی بیشتر از اینجا پول در بیاره، یا از خانواده ای باشه که مثلا خانواده ثروتمند باشه. خب چیکار میکنیم؟ مثلا میریم حساب بانکیشو تحلیل میکنیم، مثلا افراد حاضر در اینجا رو تحلیل میکنیم، حساب بانکی، یا حساب بانکی هم نه، هزینه کرده ماهانه، هزینه کرده سالانه. و اونجا دیگه ما نمیتونیم دسته های مشخص داشته باشیم. ممکنه بتونیم این افراد حاضر در این سالن رو مثلا به دو دسته ثروتمند و نسبتاً کمتر ثروتمند، این روزا یه کلمه میگن، آفرین مرسی دست شما درد نکنه، کمتر برخوردار در واقع تقسیم، یا ممکنه مثلا سه تا دسته، ممکنه پنج تا دسته. اینجا میگیم خوشه بندی انجام میدیم یا کلاسترینگ. خوشه چه شکلیه؟ تصور کنید که حالا من نمیدونم تو کرمانم فکر کنم داره مو انگور رو بالا میکشن یا رو زمینه. سمت ما چون سرده معمولا انگور رو دار نمیبرن، ما اخیرا یاد گرفتیم یه 30-40 ساله که میبریم رو دار. شب زیر دار مو خوابیدید، آسمون رو نگاه میکنید، نگاه میکنید که این دونه های انگور یه جاهایی با هم مجتمعن. اون کجاست؟ خوشه است. خوشه اینه. خوشه یعنی جایی که مجموعه ای از داده ها دور همن. خب این خوشه بند، اینا دوتا، این دوتا اصلی ترین کارکرده های داده کاوی هن، معروف ترین کارکرده های داده کاوی هن. اون ستایی دیگه مثلا کشف و الگوهای پرشمار، تلازم ها یا وابستگی ها و همبستگی، اینا چیزهای بسیار پیچیده ای هن و تحلیل و تفسیرشون هم گمراه کننده میتونه باشه. و همینطور کاراکتریزیشن و دیسکریمینیشن، یعنی مثلا فرض کنید شما کلاسفیکیشن انجام دادید، بعد میخواید، این تو علم خیلی این اتفاق میفته که ما میایم میگن تکزونومی در واقع ذات علم تجربیه، یعنی طبقه بندی و دسته بندی. مثلا میایم موجودات رو، موجودات زنده رو به مثلا حیوان مثلا یا جاندار، و خود گیاه هم جانداره، و مثلا گیاه و مثلا حیوان، بعد مثلا حیوان ده ها دسته، هی خورد میشه هی باز میشه. خب حالا بعد میگیم، میگیم چی؟ مثلا یه دسته ای داریم به نام مثلا فرض کنید که به قول آقای دکتر مهرداران، میایم چند تا از مهرداران و رفتارشون رو مطالعه میکنیم، بعد میگیم، میگیم که مهرداران اینطوری هست. یعنی میایم، این کار ظریفیه ها، با دقت باید انجام بشه، ولی وقتی که ما میایم طبقه بندی میکنیم، کلاسفیکیشن میکنیم یا کلاستر میکنیم، میتونیم ویژگی های یک نمونه رو تعمیم بدیم به تمام اعضای اون کلاس یا کلاستر. تو خوشه بندی هم همینجور، مثلا فرض کن ما میایم مشترکین پرمصرف رو، یعنی مصرف رو داریم، میایم مشترکین رو به پرمصرف و میان مصرف و کم مصرف تقسیم میکنیم، بعد میایم رفتار پرمصرف ها رو مطالعه میکنیم، مثلا چند تا فامیلی داریم که تو اون پرمصرفان میشناسیم، میدونیم چه جوری پول خرج میکنن، میدونیم لایف استایلشون چیه، کی میخوابن، کی بیدار میشن، لوازم تو خونه شون چیه. بعد میایم میگیم که این پرمصرف ها مثلا یه علت مثلا پرمصرفیشون اینو دیر میخوان، بعد صبح دیر بیدار میشن، بعد تازه ساعت 11 میخوان زندگی رو شروع کنن، بعد مثلا خب نتیجتا وقت پیک بار تابستونی اینا تو خونن، تازه روزشون شروع شده مثلا. خب بعد از اونجا میتونیم اگه بخوایم دستکاری کنیم یا پیکسایی کنیم، اثری بذاریم، میتونیم بر مبنای اون مشخصه ها در واقع
این کار رو انجام بدیم. یا دیسکریمینیشن، دیسکریمینیشن جایی که میخوایم بگیم تفاوت بین پر مصرف ها و کم مصرف ها چیه. و آخری هم تحلیل داده های پرته. ببینید ما معمولا گفتیم که اون ابتدای فاز تحلیل داده میمید پاکیز پاکسازی میکنیم، دیتا کلینینگ میکنیم، داده های غلط رو میذاریم دور. اما یک داده پرت که حالا به نام اوت لیر میشناسیمش، مثلا فرض کنید که ما یک جدولی داریم که قد یه تعداد از آدم ها رو توی لیستی آورد. خب مثلا فرض کنید که این قد ها مثلا یکیش از فرض کنید بر اساس سانتیمتر، مثلا 180 170 160 190 250 هم داریم، مثلا فرض کنید 570. هیچ آدمی تا الان کسی یا آدم 570 یعنی 5 متر و 7 همه سانتیمتری ندیده. این داده غلط، اینجا یه اشتباهی شده در ورود به این. اما کسی که 2 متر و 20 سانته وجود داره، اما اوتلیره، یه آدم غیر عادیه. اوتلیر در واقع مثل چی؟ ما مثلا فرض کنید داده ها رو میگیریم، یه سری داده ها داده های غلط هست، اینا رو بریزیم دور. اما یه سری داده ها مصرف غیر عادی دارن. مثلا یکی داره ماینینگ انجام، ماینر گذاشته تو خونش یا گذاشته تو مدرسهش، این جایی که تعرفه ارزون دارن. خب اینا رو من دیگه رو همون سلاید اصلی توضیح دادم و اجازه بدید که عبور بکنیم. من فقط این علوم و مهندسی رو، علوم مهندسی داده رو در واقع میخوام تعریف بکنم. ما دیتا انجینیر داریم و دیتا ساینتیست. دیتا انجینیر کسی که داده رو تمیز و تنظیم و مرتب و آماده میکنه و توی یک پارچه سازی و این کارا رو انجام میده. اما دیتا ساینتیست کسی که خود اون کار تحلیلی روی در واقع داده ها رو انجام میده. حالا بیایم تو شبکه توضیح. این طبقه بندی از منه، داده کاوی در توزیع رو من تو این 6 تا گروه دسته بندی کردم. تحلیل داده های مشترکین، مصرف و بار، تحلیل و کاوش داده های بهره برداری و نگهداری شبکه، مباحث مربوط به زیرساخت داده و استانداردسازی اونها، تحلیل و کاوش داده های مدیریت دارای فیزیکی، منظور خرابی هاست، تحلیل و کاوش داده های غیر فنی، حقوق دستمزد، انبار البته به مدیریت دارایی هم برخورد میکنه، منابع انسانی، داده های حقوقی، قراردادها، اینا هم دادن، و نهایتاً تحلیل و کاوش داده های برنامه ریزی، اصلاح و توسعه شبکه. این 6 دسته در واقع گروه هایی یا کاربرد های مختلفیه که میشه در یک شرکت توزیع تصور کرد که داده کاوی میتونه داشته باشه. البته هر کدوم از اینا میتونه شامل ده ها کار مختلف باشه. خب خبر خوب این که تقریبا داریم به آخرهای صحبت نزدیک میشیم اگر خسته شدیم. ما دو تا مطالعه موردی داریم، میخوایم مثال بزنیم که گفتیم داده کاوی چه جور کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. یکیش تحلیل داده های انرژیه که اون دسته اولی بود از اون تقسیم بندی 6 قسمتی. این یکی از مقالات آقای مهندس کجوری. این مبحث رو من با ایشون شروع کردم. ایشون الان ارشد رو در دانشگاه تهران با آقای دکتر لسانی و من بودن و الان شرکت توزیع مازندران. مثلا توی این مقاله که تو آیسوپلی سیستم جورنال چاپ شده، یک روشیه برای تشخیص تغییرات ناگهانی در مصرف، در الگوی مصرف. مثلا یکی از مهمترین بهترین کاربردهای همین چنج دیتکشن پیدا کردن بغدوزیه. طرف مثلا یه راهی برای دور زدن کنتور پیدا کرده یا رفته ماینر خرید. بنابراین
یه وقتایی اینجوری نیست شما منحنی رو نگاه بکنی ببینی یه دفعه منحنی مصرف افتاده یا یه دفعه رفته بالا، الگوی مصرفش تغییر کرده. این تنجی دکشن یکی از کارهاییه که، یعنی در واقع یکی از ابزارهاییه که میتونه برای این چنین مواردی، یعنی در برای تشخیص تلفات غیرفنی استفاده بشه. اینجا از روش شاخصهای مبتنی بر اطلاعات متقابل، یعنی میوچوال اینفورمیشن که در تئوری اطلاعات هستش استفاده شد. من دیگه نتایج رو نشون نمیدم، فقط میخوام مثال ها رو بزنم. این مقاله روشی مبتنی بر تئوری گراف برای میزان اثرپذیری مشترکین در نتیجه مشارکت در پاسخگویی باره. این یکی از کارهای جذابیه که ما میتونیم با داده بکنیم. ما رفتار مصرفی مشترکین رو اگر در طول یکی دو سال، البته کنترل خانیایی یه ماه و دو ماه جوابگو نیست، باید مشابه اون چیزی که در فهام هست، نیم ساعت اگر داشته باشیم، میتونیم با این روش ها که حالا دو سه تا از مقالات همین آقای مسکوجوری پیرامون همین موضوعه، بیایم و پیشبینی کنیم اگر میخوایم پیشنهاد مشارکت در دیمن رسپانس پاسخگویی بار بدیم سراغ کی بریم. ما میتونیم به صورت ذهنی حدس بزنیم کیا احتمالاً مشارکت بیشتری دارن. مثلا بگیم اونایی که حالا یه ویژگی خاصی دارن، مثلا کلن آدم های همکاری پذیر کوپریتیو هن. یا نه مصرفشون جوییه که قابل جا به جاییه. اما این خیلی قشنگ تره، از این حدسا نداره. یعنی در واقع این حدسای ما از جنس بیهیویر بیست هستن، بیهیویر دریون هن. اما ما اینجا نمیایم بگیم طرف فلانه و بهمانه، اصلا نمیدونیم طرف کیه. الگوی رفتار مصرفیشو داریم و میایم با تحلیل اون مشترکین رو به کلاسترها و خوشه های مختلف 10 تا مثلا کلاستر تقسیم میکنیم که اون که اولویت اول، یعنی رنگ اولمونه، اون گروه از مشترکینه که ما باید برای دیمن رسپانس برای پاسخگویی بار بریم سراغشون. من فقط اینجا یه نشون بدم که نتیجه این چیه. مثلا نگاه کنید اینجا 16 تا خوشه داریم و میزان مشارکت اینها رو داریم میبینیم که هر کدومشون چجوری مشارکت دارن برای کاهش بار 10%، 20%، 30%، 40% و 50%. یعنی قشنگ عدد به ما میده. مقاله دیگه یک روش پیکساییه برای کاهش پیک، باز مبتنی بر همین روش. اونم ایده اصلیش همینه، بیاد مشترکین همکار یعنی کوپریتیو رو شناسایی بکنه، مشترکینی که مطابق رفتار گذشتهشون حد میزنیم مستعد هستن، یعنی شرایطشون جوریه که اگر بهشون پیشنهاد نکنید. تو خیلی از قراردادهای پیشبینی بار، چون شما که نمیتونید به زور برید برق مردم رو قطع کنید، بهشون باید آفر بدید، بگید یه قراردادی ببندید و بگید اگر من خواستم شما لطفاً قطع کن، در ازاش من فلان جور جبران میکنم. خب طرف قطع نمیکنه، همش کاری نمیکنه مگر اینکه مثلا اگه تو قرارداد جریمه گذاشته باشی. اما این میاد پیش بینی میکنه که این مستعد، یعنی به احتمال قوی آدمیه که در واقع حتما اون کارو انجام. باز مدیری این کار یه ذره متفاوته، یه لاین جدیدیه که بازم آقای کجوری شروع کرد، از کجوری شروع کرد، مدیریت تعرفه محور بار فصلی. این حالا ایشون چون خودش شگفت‌زده مازندرانه، این بحث در منطقه مازندران و گیلان جایی که مسافرخیزن، حالا اگر در کرمان هم جای مکان تفریحی و ویلایی دارید که مثلا یه شهرکیه که عمدتاً ساکنینش اونجا زندگی نمی کنن، فقط وقت تعطیلات میان، اصطلاحاً اینا رو میگن بارهای فصلی. و وقتی که مقدار بار فصلی زیاد باشه خیلی گرفتار بزرگیه برای شرکت توزیع، برای اینکه یه دفعه مثلا
یه شهرکی که مصرفش خیلی کم بوده، چه میدونم تو هر ویلایی دو تا چراغ روشنه مثلا، یا شاید حتی اونم نباشه، چند نفر مثلا سرایدار و اینا دارن زندگی، یه دفعه مثلا تعطیلات که میشه، میشه قشنگ یه شهر پر جمعیت. اینطوری ما روش رو پیشنهاد کردیم، اولا شناخت بار فصلی و ثانیاً در واقع نوعی تعرفه گذاری بکنیم که این یه مقداری کنترل شده تر باشه. دانشجوی دیگره من، آقای حقگو که بازم واقع کجوری کار میکنه، یه روش جذابی و کاملا ابتکاری پیدا کرده برای سیزنالیتی دیتکشن، یعنی شناخت رفتار فصلی. یه وقت هست ما اصلا نمیدونیم، یه وقت هست تابلوه، مثلا فرض کن محمود آباد مثلا میبینی که خاره دیگه، اینا همشون همش ویلاست، اصلا شهرک شهرک ویلاییه. ولی یه وقت هست که یه رفتار فصلی یه ذره خفیفتری، مثلا کاری که ایشون کرده تو ما کلن رو داده ایرلند کار میکنیم، چون داده ایرانو نداریم، یه داده یه مالی پایگاه داده ایرلنده که بینامسازی شده و در اختیار پژوهشگرا گذاشته شده، و حالا اسمش هم اینجوری گذاشتیم، گفتیم های دی فرکانسی آیدنتیفیکیشن، یعنی روزی که، حالا به شوخی یکی میگفت روزی که های هستیم، یه چیزی زدیم به قول معروف، ولی منظور روزیه که مصرف هایه، که حالا مثلا فرض کنید که تو این مورد خاص صبح دوشنبه یک سری از مشترکین صبح دوشنبه و سه شنبه که اونجا میشه در حقیقت شنبه یک شنبه ما شروع هفته، مصرفشون ناگهانی صبح زیاد میشه. خب به نوعی میتونیم اینا رو مدیریت کنیم یه وقتایی اگر نیاز داشته باشیم. خب مطالعه موردی بخش اول ما تموم شد. مطالعه موردی ما دوم داده های قابلیت اطمینانه، یا در حقیقت داده های خرابی های شبکه است که میتونیم با توجه به اونها واسطه از اونها مدل سازی هایی بکنیم که بهره برداری شبکه قشنگتر و بهتر باشه. تقریبا میشه گفت از سال این رو اگه نگاه بکنیم، این 2009 از اون حدودا من کار رو روی این موضوع شروع کردم. یه دانشوی آقای دکتر حقیفان بود که من مشاور بودم، و خانم اخوان رضایی که الان تو کانادا دکترش هم گرفته و اونجا کار زندگی میکنه. ایشون اومدن رو داده‌های گذرای شرکت‌سازی تهران بزرگ کار کردن و مدل سازی منجر به پیش بینی کردن. ما معمولا هدفمون از مدل سازی معمولا کل علم همینه، میایم چیکار میکنیم، میایم یه چیزی رو یاد میگیریم که بتونیم یه چیز دیگه ای رو پیش بینی کنیم. مثلا فرض کن میگیم که اگر سرفه میکنی و عطسه میکنی و بدنت هم درد میکنه، ممکنه که کرونا گرفته باشی، پس برو خونه بخواب، بقیه رو مریض نکن. پیش بینی داریم میکنیم، ممکن پیشمونم اشتباه باشه. عمده این مدل سازی های ما با هدف در واقع پیش بینی. دانشجو بعدی که روی موضوع تو جدی کار کرد، همشهری خودتون آقای دکتر پوروایزی که بعدا اومد دکترا رو خدمت آقای دکتر اینا کار کرد، که ایشون اومدن رو داده‌های ماندگار کار کردن و این بار با شرکت استان تهران، توزیع استان تهران ما کار کردیم. باز هم همین حکایت بود، ما یه دیتابیسی داشتیم، کلیه خرابی ها، کلیه در حقیقت حوادث در واقع و وقفه های شبکه توش ثبت میشد، کدوم خونه، کدوم کوچه، علت قد، قد از کی تا کی، اینا رو ما آوردیم روشون تحلیل کردیم. یواش یواش ایده هامون پیچیده تر شد، آوردیم اینا رو تو برنامه ریزی پی ام استفاده کردیم برای برنامه ریزی بازدید ها. اول اومدیم مسئله بهینه سازی برنامه بازدید رو توسعه دادیم، و بعد اومدیم مسئله برنامه ریزی بازدید با به صورت دیتا دریون. یعنی چی؟ یعنی یه مسئله بهینه سازی داریم که داده های ورودی اون مسئله بهینه سازی داده خام نبود،
داده ای بود که اومده بود به یه مدل داده شده بود و خروجی مدل در واقع پیش بینی و امثال هم رو دادیم. مثالش چی؟ یه کار حالا یه دونم یارم از کدومی که ایناست بکنم حالا بذارید نگم چون یادم نیست. یکی از اینا رو این دوتا با در واقع بچه های نخبه های در واقع بنیاد نخبگان بودن که در یک طرحی به نام طرح شهید احمدی روشن پروژه های یک ساله ای تعریف میکردیم ما و بنیاد نخبگان به مدت یک سال به این دانشجوها که نخبه بودن حقوق میداد، دانشجو کارشناسی ارشد و دکترا، و اون پروژه رو ما انجام میدادیم که این مقالات ماره ایده این دوستان هستش که گفتم مثلا فرض کنید یه کار این بود که حالا البته اینا نبودن، دانشجو خودم بودم تو پروژه‌ای که با تهران و بزرگ داشتیم. ما اومدیم در مناطق بیستگانه تهران و بزرگ به صورت هفتگی پیش بینی کردیم که در هر کدوم از مناطق بیستگانه چند تا خرابی داریم. این به چه درد میخوره؟ خیلی راحت شما میتونی اکیپای مانور تو هر اول هفته در واقع گسیل یا چینش اونها رو در مناطق مبتنی بر پیش بینی تعداد خرابی ها تنظیم بکنی. اون جاهایی که فکر میکنی یعنی پیش بینی نشون میده که خرابی بیشتره، نیروها و ماشینای امداد ماشین اکیپای مانور و همینطور خرابی ها رو در واقع بیشتر بچین. تقریبا میشه گفت اوج کار توی این زمینه یه رساله دکترا بوده که انشالله به زودی حدودن شد یه ماه دیگه دفاع میشه. آیه سالک گیلانی، همون کسی که فامیلیش رو اول مثال زدیم، که ببینید حالا شما ممکنه از کارشناس های بخش پی ام اینجا داشته باشیم دوستان رو، وقتی که ما نگهداری یعنی بازدید پی ام انجام میدیم چه اتفاقی میفته؟ انتظار داریم اولین اتفاقی که میفته یعنی بلاواسطه ترین نتیجه پی ام اینه که تعداد خرابی ها کم میشه. خیلی آشکار و مشخصه، هیچ کس هم تو شکی نداره. وقتی که ما میریم بازدید تعداد خرابی ها کم میشه. اما ما یه شاخص مهم دیگه تو قابلیت اطمینان داریم که زمان میانگین یک خرابیه که با سایدی نشونش بلاشی کایدی نشونش میده، شاخص کایدی یا آره کوچیک. یعنی اینکه یه بار که برقد میشه چقدر بعدش برمیگرد، حالا یا با بازیابی و بازارایی و مانور و اینا یا با تعویض یا هرچی. این سوال من بود که اول فکر کردم آیا روی این اثر داره؟ دیدم آره اثر داره. خب بعد چقدر؟ آیا اندازه اثری که روی تعداد خرابی ها داره اثر داره؟ قاعدتاً نه. خب این بود که این رساله رو برای آقای سالک تعریف کردیم. ایشون هم با موفقیت خوشبختانه به صورت اصطلاحاً میگیم فنومنولوژیکال یعنی مبتنی بر عمل کرد، مبتنی بر داده‌ای که ثبت شده تو شرکت اومدیم پیش بینی کردیم. وقتی که ما زمان میدونید چرا این موضوع مهمه؟ شما احتمالاً میدونید ولی برای خودم بگم، شما میتونید یک مشترک خاصی، یک فیدر خاصی رو فرض بفرمایید که 16 15 فروردین برید بازدید یا 28 اسفند برید، یعنی یه سال درسته. البته معمولا شرکت ها تو زمستون بازدید ندارن، عمدتا بازدید ها تو بهار و پاییز، البته بستگی به موقعیت جغرافیایی و فصلیشون داره، تهران اینطوره. ولی فرض کنید در کل طول سال بازدیدای پی ام انجام بشه، میگیم در طول این سال اینا رو چطوری بچینیم و خیلی تاثیر داره. یعنی اینکه کدومو همون اول سال بازدید کنیم کدوم آخر سال تأثیر بسیار مهمی اولا رو تعداد خرابی و دوم رو اینکه چقدر طول میکشه شما این خرابی رو رفع بکنیم، که اینم کاره آقای سالک بود. علاوه بر اون یک پروژه‌ای که حالا این پروژه
در واقع یه بخشیش کار ماست، یه بخش عمده‌ایش مال شرکت‌های دانش‌بنیان هستن که در شرکت‌سازی تهران بزرگ کار کردن، یک داشبورد بهره‌برداری درست کردن که در واقع حالا من این صفحه‌ش، البته این داشبورد الان یه چیز عجیب غریبی شده، یعنی یه صفحه‌ای رو دیواری شده که واقعاً من وقتی که دیدم تعداد اطلاعاتی که میشه ازش استخراج کرد در چه حده، مثلا خودم هم واقعاً کیف کرد و قراره حالا ما هم باشون همکاری بکنیم برای ادامه کار که بیایم تازه رو اینا دادکاوی مفصل تری بکنیم. اینجا الان وضعیت لحظه‌ای شبکه تهران بزرگ رو نشون میده که همطور که ملاحظه میکنید بیشتر مناطق سبزن، اونا که قرمزن یه خورده از لحاظ وضعیت در واقع اوضاعشون ناجوره. نارمک، افسریه و شمیران. اطلاعات و گزارشات فوق‌العاده سودمندی میشه گرفت، سایفیر و سایدیر و مایفیر و اینس و به تفکیک فشار متوسط، فشار ضعیف و با برنامه بی برنامه. اینا البته چیز خاصی ندارن، چیزهای خیلی مفصلتر و بهتری از اینها میشه گرفت. و حالا پروژه که ما اونجا داشتیم همین پیشبینی تعداد خرابی ها بود که یه کار قشنگی که در واقع اینا نرم افزارهایی هن که استفاده میشن برای ثبت حوادث و برنامه‌ریزی پی ام و ما اینجا پروژه‌ای که داشتیم پیشبینی نرخ یا آهنگ خرابی بود، تعداد خرابی ها که اینا رو ما به صورت پایلوت برای 4 تا فیدر در آورده بودیم. منتها وقتی کار تمام شد بهره بردار که مدیر بهره برداری شرکت بود گفتیم ما دیگه میخوایم تصفیه کنیم، گفتش که نه باید برای کل شرکت به من تحویل بدید وگرنه چه درد من میخوره 4 تا فیدر. از این طرف دیدیم راست میگه، از این طرف دیدیم داره زور میگه چون مطابق قرارداد نیست، ولی گفتیم یه کار قشنگی اگه بشه. میگن کنار دریا وایساده بود با ماست، گفت اگه اون دوغ درست کنم اگه بشه چی میشه. واقعا در این حد بودا، واقعا در حد اگه بشه چی میشه بود، چون 1400 تا فیدر داره تهران بزرگ و 1400 تا شبکه رو ما باید ترین میکردیم. و من به آیه ساله گفتم آقا بیخیال، یه 5 تا 6 تا از دانشجوی کارشناسی رو من به شما میدم، بشینید خلاصه جنگی اینا رو ترین کن. ایشون گفتش که حالا استاد اجازه بده من یه سرچی بکنم ببینم که چیکار میشه کرد، که خب خوشبختانه خیلی بی نهایت دانشجوی خیلی خوبیه و یک در واقع متدولوژی رو به نام اوتو ماشین لرنینگ، یعنی یادگیری اتوماتیک، یعنی هوش من. الان راجع به این چت جی پی تی و اینا حتما شنیدین که خودش کدم میزنه، ولی این مربوط به روزگاریه که هنوز چت جی پی تی نیومده بود به بازار و اینجا سیستم هایی هستن که سیستم هوش مصنوعی که خودش هوش مصنوعی درایی میکنه، یعنی شبکه ترین میکنه. یه خوشبختانه این رو ایشون زحمت کشید، دیگه اون نیاز به اون دانشجوی دکترا، دانشجوهای کارشناسی که قرار بود بهشون کمک بکنن هم نشد و به صورت موفقی با استفاده از کتابخونه‌های موجودی که در پایتون بودن این کار رو انجام داد و ما برای تمام فیدرها تونستیم در واقع شبکه رو ترین بکنیم و که در واقع پاسخ نسبتاً خوبی هم داد و این نرم افزار رو اینجا واسطه کاربرش اینجا ملاحظه می‌کنید. چیز خیلی ساده ایه که یه یوزر اینترفیسشه که به این صورت یه دیتا رو میتونیم وارد کنیم و یه سری خروجی بگیر به این صورت. و حالا در صورت اینم کلیات فلوچارته. نهایتاً امروز ما یک مروری کردیم رو مفاهیم خود دادرانگی،
علوم و مهندسی داده و داده کاوی یه سری فرصت‌ها رو در واقع برشماری کردیم برای اینکه چجوری میتونیم توی شرکت توزیع از داده کاوی بهره گیری کنیم و در دو موضوع یعنی تحلیل داده‌های انرژی و تحلیل داده‌های خرابی شبکه در واقع اومدیم یه تعداد قابل توجهی مثال از هر کدوم خدمت شما گفتیم که عمدتاً اینها در مقالات که هستن. من یه صفحه ریسرچ گیت دارم که تقریباً بیشتر مقالاتم تو اونجا نسخه پیش از چاپشو میذاریم، یعنی مثلا فرض کن این جورنال ها و کنفرانس هایی هم که مثلا الزویر یا آیتربل اکسپلور که پولی هن و اینا، ما اون نسخه قبل از این که بره تو صفحه اون مجله یا کنفرانس رو این قانونن مجازه میذاریم اونجا. بنابراین اگر علاقمند بودید میتونید ایزوفه دنیا رو سرچ کنید تو ریسرچ گیت. غیر از اون جزوه درسی من همه رو میذارم، دوستا شید میتونید مراجعه بکنید. و به نهایتاً اون پروژه هم که برای تهران بزرگ انجام دادیم خیلی مختصر معرفی کردیم. یک جلسه معرفی اون پروژه رو ما قراره که انشالله همطور که امروز خدمت شما هستیم یه روزی در شرکت تهران بزرگ ارائهش رو بذاریم و حتما هم به صورت مجازی هم پخش میشه که انشالله اگر دوست داشتین میتونید ملاحظه بفرمایید. اگر بحثی، موردی، سوالی هست من در خدمتتون هستم. سلام. نه، یک سوشال ساینس، آیریش سوشال ساینس دیتابیس، ایستا مخففش میشه ایستا، فوق‌العاده‌ن اینا، یعنی اصلا توش میرید یه در واقع یه دیتا پورت فوق‌العاده است که تمام میشه که برای بیشتر موضوعات داده در اختیار گذاشتن. یعنی معیار ما این بود که اون داده اولاً یک بینام باشه، ثانیاً برای مدت طولانی باشه که این مال 3 ساله، بعد فواصل نمونه برداری نیم ساعت است و برای 4000 مشترک. یه همچین چیزی رو ما جای دیگه پیدا نکردم، چون من این آقای مازحق‌گو رو هم دور ازش خواستم برو سرچ کن ببین چیزی بهتر از این پیدا میکنی، ایشون گشت و بازم مشابهی این پیدا نشد. اگر ایستا رو خواستید پیدا بکنید یا ایستا رو سرچ کنید یا تو مقالات ما معمولا اکنالج میکنیم. ببینید ما الان کنترل هوشمند تو ایران عمدتا برای مصارف دیماندیه. معمولا ما خیلی گیر مصارف دیماندی نیستیم چون با یه درشتی طرفیم، اون درشت هم بالاخره میتونیم بریم باش صحبت کنیم، اما امان از روزی که با بیشمار خورده طرفیم و اونجا مشترک خانگیه. ضمن این که تنوع رفتار مصرفی مشترک خانگی هم بسیار بسیار بیشتر از مشترک بزرگ صنعتیه، بنابراین مشترکین خانگی بیشتر چیزیه که به دلیل گونه‌گونی، فراوانی و رفتار متنوع و اینکه شما نمیتونی، شما میتونی بری بگی آقا مثلا مثلا گلگوهر فولاده، سنگ آهن گلگوهر، یکی بره اونجا مثلا وایسه یه ماه تمام کارشون رو ثبت میارزه، ولی مثلا وقتی شما با مثلا فرض کنید 10,000، 20,000، 1,000,000 مشترک خانگی سر و کار دارید، اون وقت دیگه نمیتونید برای تک تکشون وقت بذارید. ببینید اتفاقا صبح
دفاع دانشجوی های دکتر رشیدی‌نژاد بودیم که ایشون هم کار خوشه بندی کرده بودن. ببینید خوشه هر گونه اجتماع داده هاست، حالا به قول شما مربع یا معمولا معیارهای خوشه بندی بر مبنای فاصله است، یعنی فاصله اقلیدوسی معمولا فاصله هندسی تعریف میشه و معیار اینه که اون داده های خوشه فاصله شون از هم خیلی کم باشه و فاصله شون از خوشهای دیگه زیاد باشه. این دوتا معیاره. بنابراین حد اول اینکه اصلا ما نمیدونیم چند تا خوشه بهینه است، حتی روش های ریاضی برای تشخیص تعداد بهینه خوشه ها داریم با توجه به نوع داده. بنابراین معیار فکر میکنم همون روش های ریاضی تشخیص تعداد خوشه هاست، بر مبنای اونها دیگه ممکنه واقعا یه دادهی خیلی داخلی خوشه تر و تمیز نیفته، ولی عملا با توجه به فاصله ما میتونیم نسبتش بدیم به اینکه کدوم خوشه نرم، در واقع میانگین فاصلش از اعضای خوشه. نداریم سوال دیگه؟ بسیار خوب، خیلی ممنون.